گزارش های مهم: انفجار در ننگرهار 2 کشته و 28 زخمی بر جا گذاشت. پیدا شدن جسد یک دختر جوان در هرات. فروپاشی نظم اقتصادی، چرا مردم گرسنه‌اند؟ بزرگترین فرماندهان طالبان در شمال به مولای مهدی بیعت کرد. سلام دوستان، به مجموعه خبری کانال جنرال انفو خوش آمدید. مشروع خبرها: این رویداد بر اثر انفجار ماین مغناطیسی بر موتر حامل مدیر بخش صحت ولسوالی غنیخیل رخ داده است. به گزارش اسپوتنیک به نقل از سلونیوس، ریاست اطلاعات و فرهنگ ننگرهار میگوید که دست کم 2 غیر نظامی صبح امروز دوشنبه 30 جوزا در انفجار در این ولایت جان باخته و 28 تن دیگر به شمول 5 نیروی طالبان زخم برداشتند. این رویداد در بازار شیرگر ولسوالی غنیخیل رخ داده است. با گفته مقام ها در این ریاست، این رویداد بر اثر انفجار ماین مغناطیسی بر موتر حامل مدیر بخش صحت این ولسوالی رخ داده است. مقام ها می افزایند که زخمی های رویداد به مرکز های درمانی انتقال یافته است. تا کنون فرد یا گروه مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. پیدا شدن جسد یک دختر جوان در هرات. در ادامه قتل های مرموز، این بار جسد یک دختر جوان از داخل یک بوجی در یکی از محله هرات پیدا شده است. به گزارش اسپوتنیک، منابع محلی در هرات میگویند که جسد یک دختر در منطقه جبرئیل از مربوطات ناحیه 13 مرکز ولایت هرات پیدا شده است. با گفته منابع، جسد این دختر که به نظر می رسد 17 سال سن داشته، صبح امروز دوشنبه 30 جوزا در محله قائم 4 جبرئیل از داخل یک بوجی بر بام یک خانه یافت شده است. با گفته منبع، صاحب خانه درباره این قضیه ابراز بی‌اطلاعاتی می کند. او به نقل شاهدان عینی گفت که یک گلوله به صورت این دختر شلیک شده است. مسئولان امنیتی طالبان در هرات تاکنون در این زمینه چیزی نگفته است. قتل های مرموز اخیراً در برخی از ولایت‌ها افزایش یافته است. منابع امنیتی طالبان دیروز در ولایت کاپیسا از پیدا شدن جسد 2 مرد در ولسوالی 3 اول این ولایت خبر دادند. زکی قیس. منابع از ولسوالی بلخاب ولایت سرپل خبر می‌دهند که افراد مولای مهدی در نقاط مختلف بلخاب آماده شدند تا در صورت حمله طالبان ضد حملات گسترده را علیه این گروه انجام دهد. منبع می افزایند که قاری صلاح الدین ایوبی و مقدوم عالم دو فرمانده برجسته گروه طالبان حمایتشان را از مهدی اعلام کردند و اطمینان دادند که در صورت حمله بالای بلخاب هزاران نیروی ازبک تبار را برای حمایت مولای مهدی بفرستند. از سوی هم فرمانده خالد امیری، یکی از فرماندهان جبهه مقاومت و فرمانده کماندو در حکومت جمهوریت، در پیام گفته است که اگر مبارزه مولای مهدی برای آزادی باشد نه برای چوکی، جبهه مقاومت از هیچ نوع همکاری با مولای مهدی مجاهد دریغ نخواهد کرد. همایون احمدی. تعداد از فرماندهان گروه طالبان در شمال افغانستان صف خود را از این گروه جدا نموده و به مولای مهدی پیوستند. این اختلاف ها زمان اوج گرفته است که ملا فاضل، معاون وزارت دفاع طالبان، به بهانه حل مشکل برای دستگیری قاری صلاح الدین ایوبی به ولایت فاریاب سفر کرده بود. فروپاشی نظم اقتصادی، چرا مردم گرسنه‌اند؟ افغانستان یک کشور روستایی است که بیشترین نفوذ آن در روستاها زندگی میکنند و اقتصاد ملی آن بر تولید روستایی بدون مازاد تکیه کرده است. تا پیش از ظهور جامعه جهانی در سال 2001 از یک سو شهرنشینی کم بود و از سوی دیگر شهر به معنای واقعی آن وجود نداشت. هرچند شماره از پژوهشگران باور دارند که شهر به معنای واقعی آن هنوز هم در افغانستان وجود ندارد، اما به نظر می رسد که در 2 دهه گذشته شمار از شهرها و شبه شهرها ایجاد شده است، با تاکید بر این که همه معیارهای شهر را احتوا نمی کنند. مزید بر این، در 2 دهه گذشته وضعیت اقتصادی مردم نیز تغییر اساسی کرده است. توماس بارفیلد درباره اقتصاد روستایی افغانستان 2 نکته اساسی را اشاره می کند تا تحلیل شرایط فعلی آسان تر شده و لایه های آن کاویده شود. کشاورزی بدون مازاد، یعنی کشاورزی که محصولاتش صرفاً در حد و مصرف خود کشاورز باشد و این باعث خودمختاری کشاورزان در روستاها و قریه های افغانستان نیز شده است. بعد از حضور جامعه جهانی، اقتصاد روستایی زمین محور به یک بارگی فرو ریخت و کمک های نجومی جهانی در افغانستان سرازیر شد.
بارفیلد می نویسد که کشاورزی بدون مازاد در افغانستان مستلزم زندگی پرزحمت و پررنج روزانه است. فرد هر روز با طلوع خورشید از خواب بر می خیزد و به کار مشغول می شود و با تاریک شدن هوا از آن جایی که دیگر روشنایی برای ادامه کار نیز به خانه بر می گردد. چنین زندگی دشوار و مشقت بار باعث می شود که مردم از سن اصلیش پیرتر به نظر برسند. البته آن هم در صورتی که آنقدر زنده بمانند تا به سن پیری برسند. از همین رو مناطق روستایی افغانستان یکی از بالاترین گراف های مرگ و میر نوزادان و مادران در دنیا را دارند و شرایط زندگی در آنجا بسیار دشوار است. فصلی بودن کار کشاورزی در روستاهای افغانستان مانند شخمزنی، بزرپاشی، خرمنکوبی و غیره بستگی به فرایند جمع‌آوری محصولات دارد. این فراورده ها بیشتر استفاده شخصی شده و برای فروش چیزی نمی‌ماند. زنان بیشتر به کارهای خانه مصروفند و مردان به کارهای زراعتی. با وجود که افغانستان یک کشور کوهستانی است، اما زراعت تا پیش از حضور جامعه جهانی در این کشور از مؤلفه‌های اصلی اقتصادی ملی بوده که چرخ زندگی مردم و دولت بر پایه آن میچرخیده است. نکته دیگر که ذکر آن مهم است این است که کشاورزی بدون مازاد باعث می شود کشاورزان تا حد صاحب خودمختاری شوند که در اقتصاد بازار وجود ندارد. قیمت گندم ممکن است در نوسان باشد، اما از آن جایی که کشاورزان محصول را برای مصرف شخصی کنار می گذارند، چونی نوسانات تغییر کمی بر زندگی آنها نسبت به مناطق شهری می گذارد. از این رو شمار از پژوهشگران غربی متعجبند که مردم افغانستان چطور از دهها جنگ و آشوب سیاسی جان سالم به در بردن و وضعشان نسبت به دیگر جاهای جنگ زده در دنیا بهتر است. باید به همین روش تولید برای برآوردن نیازهای اولیه اقتصادی و شبکه محکم خانواده و پیوندهای اجتماعی که آنها را گرد هم آورده توجه کنند. وقت در سال 2001 جامعه جهانی با پولهای نجومی وارد افغانستان شد، اقتصاد روستایی بدون مازاد و شرایط تولید و درآمد در افغانستان تغییر کرد. هرچند فعلا نیز اقتصاد مردم افغانستان متکی بر کشاورزی است، اما با بودی شهرها زمینه‌های دستیابی به درآمدهای غیر کشاورزی فراهم شد و مردم به گونه‌ای بی‌سابقه در شهرها رو آوردند. این روآوری به شهرها مسئله دیگر را به نام تخلیه روستاها و میان آورد که اقتصاد افغانستان را ضعیف‌تر و ناپایدارتر کرد، چون روستا به عنوان خازگاه مواد اولیه و منبع مهم اقتصاد شناخته می شود. از این رو دولت‌های توسعه‌گرا شرایط لازم را در روستاها به عنوان یک شیوه زندگی مساعد می کنند تا روستایی‌ها به امکانات اولیه و مهم دسترسی داشته باشند. وابستگی بیش از حد به کمک‌های خارجی شیرازه اقتصاد روستایی را شکست و اکنون با خروج نیروهای خارجی و سقوط دولت، گرسنگی و فقر به اوج خود رسیده است. این بار نه تنها پول جهان به افغانستان نمی‌رسد، بلکه منابع ناچیز تأمین معیشت نیز در 20 سال گذشته فرو پاشیده است. در گذشته اقتصاد روستایی مردم را به گونه نسبی بی‌نیاز کرده بود و روستاها در تأمین معیشت‌های اولیه خود دست بالایی داشتند. این بار شرایط فرق می کند. مردم در یک بحران بزرگ گیر ماندند که بدون همکاری کشورهای توسعه یافته حل این بحران دشوار است. پژوهشگران توسعه باور دارند تا زمانی که بعضی ساختهای اقتصادی و زراعتی کشور توجه نشود، با پول باشی هیچ کشور و مردم به توسعه و رفاه نمی رسد. از اینکه تا این دم با ما بوده جان سپاس. برای ویدیوهای بیشتر و تازه ترین خبرها کانال را سابسکرایب نمایید. شب و روزتان خوش.